بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام و احترامات خدمت همه شما خوبان علاقمندان به برنامه خودتان دنیای ورزش، انشالله هر کجایی که هستین تنتان سالم باشه و کامتان شیرین. یک بار دیگر من مصطفی هاشمی در خدمتتون قرار دارم با دنیای ورزش امروز از طریق آریانا و آریانا نیوز. همانطوری که در جریان هستید، قرار هست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان سومین فصلش از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان با اشتراک 10 تیم برتر آغاز شود و در همین رابطه امروز مهماندار هستیم. دو مهمان عزیز داریم، بازیکنای تیم فوتسال جوانان میهن در کنار ما خواهد بود و در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان و چالش‌هایی که پیش روشون هست گفتگویی را خواهیم داشت. آقای حمید غفوری و مصطفی باختری، بازیکنان تیم فوتسال جوانان میهن کابل با ما هست. غفوری صاحب خوش آمدی. قرار هست که برخلاف فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان در فصل سوم در ترکیب تیم دیگر از نماینده پایتخت، یعنی از غرب افغانستان، از هرات آمدی به پایتخت و در ترکیب جوانان میهن امسال توپ خواهد زدی. چطور می‌بینی مسابقات را؟ سلام مصطفی جان عزیز، سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامیتان و بینندگان عزیز. امسال یک سال پرچالش است برای کل ورزشکارا، به خاطر از اینکه از مهاجرین زیاد آمده و فصل بسیار خوب باشکوه است انشالله. بسیار خوب. و مصطفی باختری در زبان شایسته تیم فوتسال جوانان میهن که عملکرد بسیار خوبی را داشت در مسابقات زونهای فوتسال افغانستان در سال تاریخی برای تیم جوانان میهن کابل که به تیمش زیاد کمک کرد، در کنار سایر بازیکنات و نماینده پایتخت جوانان میهن هم بتونه نمایندگی کنه در لیگ برتر فوتسال افغانستان. چطور می‌بینین نخستین فصل حضور خودت و تیمت در مسابقات لیگ برتر؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما مصطفی جان، تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. خب ما امسال بسیار زحمات را کشیدیم و بسیار تمرینات را انجام دادیم و مثل قسم که دزونه افغانستان قهرمان شدیم تا در لیگ برتر افغانستان آمدیم. خب سال اول است و ما هم آمادگی خود را گرفتیم تا بتوانیم به خیر یک نماینده شایسته کابل در لیگ برتر فوتسال افغانستان باشه. بسیار خوب. بین از زونا خودم یاد کردیم، ما هم یاد کردم برای مردم دوباره یک آگاهی بتیم در رابطه مسابقات زونها که به میزبانی کابل با اشتراک 8 تیم برگزار شده بود. چطور بود سطح کیفی و مسابقات؟ فکر میکردین که تا فاینال برین و حتی قهرمان این مسابقات شوین؟ خب ما قبل از اینکه زونا آغاز شد، ما بسیار تمرینات انجام دادیم. در حدود 4 یا 5 ماه ما همه بازیکنان یک جای بودیم، تمرینات انفرادی داشتیم و تمرینات تیمی داشتیم، همچنین تمرینات بدنسازی هم داشتیم. خب ما بسیار آمادگی های خود گرفته بودیم که بتوانیم به لیگ برتر فوتسال افغانستان را پیدا کنیم. همونطور که لیگ زونای افغانستان واقعیت سطحش خیلی بالا بود، تیمایی که از ولایت آمده بود بازیکنانشان واقعیت خوب بازی میکردن و ما را بسیار به چالش کشیدن. و خب ما قسمی که تمرینات خود داشتیم از سابق آمادگی خود گرفته بودیم، تانستیم که به همه مسابقات با پیروزی پیش سر بگذارنیم و بخیر به لیگ برتر افغانستان را پیدا کنیم. بسیار عالی. و حمید غفوری بر ما بگه که فصل سوم هوادارا از این ستاره انتظار چی را داشته باشن و آیا یک مسیر سخت را که پیش رو دارین؟ قطعا مقابل تیمای قدرتمند لیگ برتر، ولی در پایتخت تیمای دیگر هم هستن، صداقت کابل که پارسال قهرمان شد. چطور میبینید دربی کابل را و دیگر رویدادهایی که بازی که شما پیش رو دارین در لیگ برتر فوتسال افغانستان؟ از حمید غفوری هوادارا انتظار چی را داشته باشن؟ ما انشالله، ما شخصا حمید غفوری در کنار بهترینای فوتسال افغانستان قرار دارم، جوانان میهن که مصطفی جان گفتن لیگ الف، لیگ فوتسال، لیگ برتر فوتسال آمدن و زوناران قهرمان شدن، آمدن لیگ افغانستان و چالش های خوبی داریم انشالله که به امید قهرمانی آمدیم. زحمت زیاد میکشیم، شخصا خودم که از جان و دل زحمت زیاد میکشم. برای آماده شدن تمرینات قبل از آغاز مسابقات، تمرین ها فشرده است دیگه، تمرین ها سخت جریان داره و امید تو که شما در جریان هستیم، جمع انشالله شروع میشه و آمادگی کامل ما داریم برای لیگ برتر فوتسال افغانستان. بسیار خوب. و
غفوری صاحب، اگر از بین 10 تیمی که هست کدام تیم را سخت‌ترین حریفتان شما رو میگن؟ اتحاد هراتی که خودت قبلا بازی میکردی یا سایر تیم ها؟ کدام تیم نظرت رقیب بسیار خطرناک برای شماست؟ ما هر بازی برای ما حکم فینال میده و خاطر از اینکه ما آمدیم برای قهرمانی قهرمان شویم. جوانان تیم میان کابل آمد برای قهرمانی، فقط ما به قهرمانی فکر میکنیم. هر بازی حکم فینال برای ما میده و ما چالش زیاد داریم. همه تیم ها سخت است، سخت کوش است، زحمت میکشن. همه تیم ها برای قهرمانی میزنن ولی ما آمادگی انگیزه زیاد داریم برای قهرمانی. خوب باختری عزیز، چقدر در این راستا کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان با شما همکاری داشته نداشته قبل از اینکه بیاییم به مسابقات شروع کنیم، یا زمینه تمرینات، کمپای تمرینی و میدانهای فوتسال در اختیارتان قرار دادن؟ خب در این قسمت جا داره و وقت تشکری کنم از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان، به خصوص حاجی سفرید و دیگر نماینده هایی که در کمیته فوتسال افغانستان هستند. ما بسیار زیاد تشکری میکنیم به خاطر که به ما قبل از تمرینات، قبل از اینکه مسابقه شروع شد، این جمنازیم فدراسیون فوتبال، جمنازیم کمیته را به ما آماده کرده بودند تا ما بتانیم بسیار به راحتی به زمین آشنا شویم و در اونجا تمرینات خود کنیم. از هر لحاظ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال بسیار زیاد ما را تشویق کردند. ما هم وقت باید جای تشکری است که ازشون زیادتر تشکری کنیم. بسیار خوب. و غفوری برای ما بگه، برای هواداره جوانان میهن بگه، در صورتی که مقابل اتحاد هرات قرار بگیری و گل زنی کنی چی عکس العمل نشان میدی؟ طبعا که عکس العمل خوشی، البته هم هواداره کابل میشنون و هم میبینن و هم هواداره هرات، عکس العمل خودت چی خواهد بود؟ خیلی سخته. سخت که سخت است، چالش جدید است. بیرون از ولایت خودمون بازی میکنم و طبعا حس خوشی برای آدم میده. زحمت میکشی، یعنی خوشحالی میکنی؟ خوشحالی میکنم. بازی اندازه دیگه. بله، بعضی بازیکن‌ها هست هوادارهای فوتبال و فوتسال بیشتر آشنا هستن، وقتی مقابل تیم سابقت قرار میگیرن بسیار برشان سخت هم باشه، خصوصا اگه گل زنی کنن دیگه نه فکر می باشن که خوشحالی کنن نکنن. خیلی سخته. به هر حال آرزوی موفقیت دارم براتون. و تیم جوانان میهن به نمایندگی از پایتخت وقت در این رقابت‌ها شرکت میکنه، آیا مردم، آیا پایتخت نشینا کنارشان هست، حمایت میکنه باختری صاحب یا خیر؟ خب در این قسمت ما باید بسیار زیاد سپاسگزار باشیم از تمام هموطنهایی که قسمی که ما رو در زونهای افغانستان تشویق کردن، وقت ما رو بسیار زیاد در زونهای افغانستان تشویق کردن در هر مسابقه. چیزی که میگم مثلا یک بخش از امو در بود سمت که مثلا اول نیمه اول شروع میشد، امو سمت تماشاچی ها وقت پر میبود، همیشه ما رو تشویق میکردن. جای سپاسگزاری است. من شما خواهش میکنم که در لیگ برتر افغانستان نیز بیان و تیم شایسته جوانان میهن نیز تشویق کنند. بسیار خوب، بسیار خوب. و قرار است که از روز جمعه رقابت ها رسما افتتاح، مراسم افتتاحیه، و همچنان قرار هست که رقابت های فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان با اشتراک همونطور که گفتم 10 تیم هست، افتتاح مراسم افتتاحیه می باشه در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان و بعدش دو مسابقه بسیار جذاب هم برگزار میشه. و ما می خوایم در مورد اولین تقابلتان که قرار است جوانان میهن در هفته اول قرار بگیره، چقدر برای بازی اول شما آماده گرفتین باختری صاحب؟ خب ما قسم که تمرینات ما بسیار فشرده جریان دارد. خب این معلوم است که بازی های اول که در لیگ برتر افغانستان شروع میشه، بازی هایی که در هر تورنمنت باشه، لیگ برتر باشه، بازی های اول وقت پر فشار است، چون تمام مقابل زیتون هستین. بله. بله. چون تمام بازیکن ها خب بسیار آمادگی دارن، بدون کدام دغدغه میان مسابقه، چون مسابقه اول بسیار آمادگی گرفتن. خب ما مقابل زیتون قبلا هم در تورنمنت های داخلی کابل، چون اونها هم نماینده کابل هستن، بازی کردیم، بازی های دوستانه گرفتیم و آمادگی خاص داریم ان شاء الله که بتونیم به یاری پروردگار یک نتیجه مطلوبی که خودمون میخواهیم به دست بیاریم. یعنی هوادارای پایتخت باید انتظار داشته باشن که تیمشان برای فصل آینده میمونه، باقی میمونه ان شاء الله. ما بسیار تمرینات و آمادگی های خاص خود گرفتیم، ان شاء الله که ای آرزو از ما داشته باشن و امیدواریم ای آرزویشان رو به واقعیت تبدیل کنیم. بسیار خوب. غفوری عزیز، خواست خودتان از مردم، از باشندگان کابل که به عنوان نماینده پایتخت شما در این فصل بازی میکنید چی هست؟ خواست ما از مردم کابل، مردم عزیز، مردم خوب کابل، خواست ما ای است که انگیزه بدن، تشویق ما کنن. اگر یک بازی با کدام مشکل ما برخوردیم انتقاد نکنن، بازم تشویق ما کنن و انشالله ما نتیجه قابل قبول خودمان رو بگیریم.
بسیار عالی. و برای بازی اول گفتین که آمادگی زیاد گرفتین تا مقابل تیم زیتون قرار بگیرین. تیم فوتسال جوانان میهن در هفته اول مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان قرار است به مساف تیم فوتسال زیتون بره. زیتونی که فصل گذشتم عملکرد نسبه و نیمه خوبی داشت در مسابقات لیگ برتر فصل دومش و امسال قرار هست که با تغییرات گسترده در فصل سوم ظاهر شه. ببینیم که هفته اول مقابل تیم جامعان میهن کابل چیکار خواهد کرد. بعد از اینکه مسابقات زونا باختری سب تمام شد، چقدر تغییرات در ترکیب تیم جامعان میهن آماده؟ و یک تغییر خب کنار ما هست که حمید غفوری هست اضافه شد به تیم جامعان میهن، دیگه کدام تغییرات را پای تخت نشینا شاید باشن؟ بعد از زونا افغانستان به خاطر کلی برتر افغانستان واقعا سطحش خیلی بالاست، ما خواستیم ترکیب خود هر گرچه قوی بود خواستیم قوی‌تر از زونا افغانستان بسازیم و بعضی از بازیکن‌ها را ما در نظر داشتیم، ولی ما فقط امین جان و یک بازیکن دیگه به نام الیاس جان از هرات آمده و فعلا دیگه دو بازیکن قرارداد کردیم که انشاءالله بتانیم قوی‌تر از زونه افغانستان و قوی‌تر در لیگ برتر افغانستان ظاهر شویم. بسیار خوب. غفوری عزیز، در کادر فنیتان تغییرات آمده یا خیر؟ یا همون کادر فنی هست؟ کادر فنی ما تغییرات نمی‌دهیم، کادر فنی زونه است. بله؟ چطور است آشنایی خودت با کادر فنی در مدت کمالی؟ هماهنگی با بازیکن‌ها خوب است؟ بسیار عالی است. کادر فنی کل بازیکن‌ها راضی است. بسیار خوب. و همینطور در رابطه با این فصل که قرار هست شما در لیگ برتر فوتسال افغانستان شروع کنین، خواستان از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان چی است؟ خب ما قسمی که ما را قبلا حمایت کردن، تشویق کردن و با ما بسیار بسیار فرصت‌ها را مساعد کردن و می‌خوایم که بعد از این هم بخیر ما را تشویق کنن و فرصت‌های زیاد را برای ما مساعد بسازند تا بتانیم بخیر یک نماینده شایسته کابل باشیم و طبقاتشان را بخیر برآورده کنیم. بسیار خوب. هواداری فوتسال شاید باشن که همونطوری که تیم ملی دوست داشتنی کشور ما رفت و رقابت‌های جام جهانی 2024 ازبکستان صعود کرد، تلویزیون جهانی آرینا حق نشر قانونی رقابت‌های جام جهانی را به دست آورده و انشالله که می‌تونیم مسابقات جام جهانی فوتسال را به صورت قانونی تماشاگر باشید. یک نکته را باید عرض کنم در رابطه با فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان که میرپوشایی که در ترکیب تیم ملی فوتسال ما بازی می‌کنند در مسابقات فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان حضور نخواهند داشت، یعنی بازیکنایی که در ترکیب تیم ملی هستند به خاطر اینکه مصدوم نشن و آماده برسند به مسابقات جام جهانی بدون کدام مصدوم، به او خاطر با هدایت سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان هیچ بازیکن تیم ملی ما که فعلا دعوت شده در ترکیب تیم ملی در فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان حضور نخواهند داشت. سپاسگزارم از هر دو عزیز که در برنامه تشریف آوردن. میان برنامه کوتاهی آماده هست، میریم میاییم.